از روز 12 مرداد پرستاران زحمتکش میهنمون تو شهرهای مختلف در اعتصاب و اعتراض هستن و این اعتراض گسترده اون هم به شیوه دست از کار کشیدن که این روزها به بیش از 50 بیمارستان گسترش پیدا کرده. البته که این بی سابقه است. روز 30 مرداد عباس عبادی معاون پرستاران وزارت بهداشت رژیم در ابراز وحشت از اعتراض پرستاران گفتش که واقعیت این است که در حوزه پرستاری با چالش‌های جدی روبرو هستیم که در مرز نقطه جوش و بحران است. اگر مجموعه دولت و سایر قوا دست به دست هم ندهند میتواند یک مشکل عمومی و اجتماعی ایجاد کند. اما سوال اینجاست که چرا پرستارا دست به اعتراض و اعتصاب میزنند؟ پرستاری در دسته مشاغل سخت قرار داره. اما حقوق پرستاران در ایران 12 تا 14 میلیون تومانه، یعنی متوسط 13 میلیون تومان حقوق دریافت میکنند در ماه. حدود 215 دلار. این در حالیه که در اسفند 1402 خط فقر از 30 میلیون تومان هم گذشته بود. یعنی حقوق یک پرستار 1/3 خط فقر هستش. یکی از شعارهای پرستاران این هستش که کارانه 20 تومانی نمیخوایم. روی برخی تابلوهایی که در دستشون هست و در دست نوشته هم نوشته بودن که حقوق یک ساعت کار پرستار مساوی پول یک عدد بستنی چوبی است. پرستاران در ایران اضافه کاری اجباری دارند و برای هر ساعت اضافه کاری دستمزدی دریافت می‌کنند که در ته خط 20,000 تومان برای هر ساعت به اونها پرداخت میشه. یعنی حکومت آخوندی از همین اضافه کاری اجباری هم مالیات کسب میکنه. اگه که شب کار باشن و بخوان مثلا با تاکسی یا اسنپ به خونه برگردن، دست کم باید پول بیش از حقوق 3 ساعت اضافه کاریشون رو کرایه خود رو بدن. در صورتی که توی کشورهای دیگه دستمزد اضافه کاری 15 تا 20% بیش از کار معمول هست و اضافه کاری پرستاران از مالیات معاف هستش. این وضعیت باعث شده که متاسفانه پرستارا راه مهاجرت از ایران رو پیش بگیرن. عضو شورای عالی نظام پرستاری رژیم گفته که ماهانه 150 تا 200 پرستار از کشور مهاجرت میکنن. برای اینکه فاصله عجیب درآمد پرستاران در کشورهای مختلف رو با پرستارای ایران مقایسه کنیم، همه رو به دلار تبدیل و مقایسه می‌کنیم. در کانادا میانگین حقوق سالیانه پرستار 71,500 دلار هستش. در آمریکا 73,500 دلار. اما در کشورهای اروپایی مثلا در سوئیس 85,900 دلار، یا مثلا در نروژ 50,000 دلار. در آلمان مثلا 49,000 دلار، در استرالیا 75,000 دلار و در کشورهای حوزه خلیج فارس هم 30,000 دلار. اما میانگین حقوق سالیانه پرستار در ایران 2,600 دلار. یعنی پرستار زحمتکش و شریفی که در ایران کار میکنه 1/20 تا 1/30 کشورهای اروپایی از همتایان خودش کمتر دریافت میکنه. یعنی از 1/10 کشورهای حوزه خلیج فارس حقوق کمتری میگیره. البته که کارشون سخت‌تر و واقعا طاقت فرسا هم هست. آمار متوسط پرستاران نسبت به جمعیت کشور این واقعیت رو بیشتر توضیح میده. ارائه خدمات متوسط به مردم لازمه اینه که برای هر 1,000 نفر 6 پرستار وجود داشته باشه که کشورهایی مثل ژاپن و کشورهای اروپایی تعداد پرستاران رو به 9 تا 10 پرستار برای هر 1,000 نفر رسوندن. اما این آمار برای پرستاران ایران حدوداً 1.5 پرستاره. یعنی 1 پرستار در ایران باید 6 برابر 1 پرستار در لوکزامبورگ کار کنه تا حقوق 1/30 اون رو هم دریافت کنه. اون هم با کهنه و فرسوده ترین امکانات که باز هم کار پرستاران رو در میهنمون سخت‌تر هم میکنه. تصاویر صحنه های حمله نیروی انتظامی به پرستاران بیمارستان امام رضای مشهد وقتی هم که به همین شرایط بیکاری اعتراض می کنند با این صحنه های مثل حمله وحشیانه نیروی سرکوبگر انتظامی بهشون که پرستارا حمله کردن مواجه می شن. در آخر با همه این اوصاف
دیدیم که اما پرستاران زحمتکش و شریف به اعتراض و اعتصابشون ادامه دادن و هر روز گسترده تر هم شد این اعتراض. گزیده از اعتراضات چند روز اخیر گذشته که مربوط میشه به اعتراضات پرستاران رو با هم در این برنامه میبینیم. Yeah.